بر اساس فیلم های ارسالی به صدای آمریکا، چندین شهر استان خوزستان پنجشنبه شب شاهد اعتراض به بی‌آبی بود. در این فیلم ها شهروندان خوزستان شامگاه پنجشنبه 24 تیر ماه به وقت ایران نسبت به بی‌آبی اعتراض کردند و شعارهایی چون تشنه ام آب حق من است و هور ماکو آب ماکو سر دادند. بر اساس این فیلم ها صدای آمریکا می تواند تجمع و اعتراض در شهرها گهواز، ماهشهر، حمیدیه، سوسنگرد و شهر مرزی بستان را تایید کند. به نظر می رسد جرقه اصلی اعتراضات در این استان جنوبی اعتراض به بی‌آبی باشد، در حالی که خوزستان این روزها با هوای گرمتر از 50 درجه سانتیگراد روبروست. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، جو خوزستان به شدت امنیتی است و نیروهای انتظامی با تجهیزات سرکوب در مقابل مردم معترض قرار گرفتند. در این قسمت همراه میشیم با شپول عباسی. شپول، واکنش ها در داخل چه بوده و آیا نهاد یا سازمانی به واقع به این رخدادها واکنش نشون داده یا نه؟ پیام شب گذشته بود در واقع خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران بلافاصله تقریبا شاید کمتر از یک ساعت به این ویدیوهایی که در شبکه‌های مجازی و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پخش شده بود واکنش نشون داد. البته خیلی سطح اعتراضات رو کوچکتر نشون داد و نوشت که عده‌ای جوان آمدند و در اعتراض به بی‌آبی کارهایی کردند و به خیابان‌ها آمدند، ولی مورد خاص یا ویژه‌ای نبوده. در واقع خبرگزاری فارس سطح اعتراضات رو پایین آورد، ولی در ویدیوها ما می‌بینیم در برخی از ویدیوها در شهرها جاده‌ها رو بستن و در برخی دیگر هم لاستیک ها رو میبینیم که جوان ها در خیابون ها آتیش زدن و همونطور که خودت اشاره کردی فضا به شدت امنیتی بوده. استاندار خوزستان هم انتشار این ویدیوها در فضای مجازی رو کلن تکذیب کرد و وقوع همچین رخدادی رو شب گذشته تکذیب کرد. در واقع حالا واکنش فعالین اجتماعی و سیاسی به این موضوع چه بوده؟ بیشتر واکنش از سوی فعالین عرب در استان خوزستان که خارج از ایرانند و حتی کسانی که در فضای محیط زیست فعال هستند. عقیل دقاقل فعال عرب در اینستاگرام در واقع اشاره کرده به سفر آقای هاشمی رفسنجانی در دهه 60 به استان خوزستان که در واقع استان خوزستان رو پر آب توصیف کرده بود ولی بایر، و در واقع اشاره کرده بود که هیچ از دهه 60 تا الان هیچ برنامه مشخصی برای رفع مشکل آب در خوزستان نبوده. واکنش دیگر یوسف و سرخی در واقع فعال عرب احوازی هم گفته که خوشسالی سالهای اخیر به خصوص امسال و بالا رفتن درجه هوا این شرایط رو وخیم‌تر کرده و همه اقشار جامعه رو تحت تاثیر قرار داده.